پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. وزیر شدم. وزیر دیروز سرباز آن که حکومت را با خون شروع کرد و 4 ماه قبل از مرگش حکم به قتل یک نویسنده داد. پس از صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، اکثر سیاستمداران مطرح جمهوری اسلامی از حکم خمینی دفاع کردند. از میرحسین موسوی و خاتمی گرفته تا هاشمی رفسنجانی. اما یک نفر در مقام توجیه کننده فرمان قتل یک انسان ظاهر شد. معاون وقت حقوقی و مجلس نخست وزیر که کتابی با عنوان نقد توطئه آیات شیطانی نوشت. در روزهایی که به استناد همین کتاب و به نقل از یک عضو دفتر خمینی، او هنگام صدور فتوا هنوز کتاب را نخوانده بود. کانال تلگرامی جامعه نو متعلق به مجموعی از روزنامه‌نگاران مستقل، روایتی از ترجمه پنهانی کتاب آیات شیطانی در دفتر روزنامه اطلاعات ارائه داده. در اواخر سال 67، مدتی پس از صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، مرحوم دایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به 3 تن از کارکنان روزنامه سفارشی داد ترجمه فوری کتاب آیات شیطانی در عرض چند روز. میشد حد زد عجله برای چیست؟ ترجمه فارسی این کتاب در دست نبود و اگر کسی میپرسید آن فتوا بر چه مبنایی صادر شده، پاسخ احتمالاً باید این میبود که چون پاکستانی‌ها علیه آن تظاهرات کردند. در آن روزها مقام‌های جمهوری اسلامی انتشار این رمان را توطئه‌ای علیه انقلاب اسلامی می‌دانستند. اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت حق تلف ناشر به سلمان رشدی را نشانه توطئه غرب می‌خواند. اگرچه سال‌ها بعد پس از سوء قصد به جان سلمان رشدی، مهاجرانی در توییتی که البته بعدتر حذف کرد، حق و تلیف 30 چاپ کتاب خودش را گوارا خواند. مهاجرانی در توییتی مدعی شده که مدافع سوء قصد به سلمان رشدی نبوده، اما او در کتاب نقد توطئه آیات شیطانی می نویسد او در خانواده مسلمان متولد شده است. اهانت‌ها، استهزاها و حتی کی‌های او از روی قصد و اختیار صورت گرفته است و سلمان رشدی عاقل و بالغ است، یعنی دیوانه نیست. با توجه به آنچه گفته شد، او مرتد فطری است و سزا و جزای مرتد فطری بالاخص صعب رسول الله اعدام است. در این نوشته مهاجرانی شخصا حکم قتل سلمان رشدی را صادر می کند و بعد به ریشه فقهی حکم خودش و فتوای خامنه‌ای می پردازد. او که زمانی در کنار محمد خاتمی در یک میزگرد به سلمان رشدی حمله کرده بود، با ریاست جمهوری خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. میل و امتناع بین او و جمهوری اسلامی پس از مهاجرتش به لندن هم باعث نشد نظام حمایت از کتاب نقد توطئه آیات شیطانی را متوقف کند. در سالهای اخیر همواره رسانه‌های حکومتی از این کتاب به عنوان نقد علمی کتاب آیات شیطانی نام بردند. در بخشی از این کتاب مهاجرانی کتاب سلمان رشدی را به ماده سیاه کیسه جلوی شکم اختاپوس تشبیه کرده که غرب به ارزش‌های مسلمانان پاشیده تا بتواند بماند. تشبیهاتی عجیب مبتنی بر یک وهم که مسلم دانسته شده، اینکه غرب رو به نابودی است و حیاتش در مقابله با اسلام است. بر اساس همین تئوری‌ها مهاجرانی به دفعات در کتاب نتیجه می‌گیرد که سلمان رشدی مرتد است و به گفته خمینی هر مسلمانی باید او را بکشد. مهاجرانی در صفحه 116 کتاب در تلاشی ناموفق برای نقد ادبی رمان آیات شیطانی، رئالیسم جادویی به عنوان سبکی ادبی را روایت غربی رئالیسم شرقی می‌خواند. به گفته او قصه اژدهاها و شگفتیها. او از این تعریف غیر علمی و غیر دقیق به این نتیجه میرسد که سبک و محتوای کتاب رهاست و به گفته او رسوا، عبارتی که جایگاهی در نقد ادبی ندارد. اما نتیجه گیری او از تقسیم رئالیسم به غربی و شرقی همون یک جمله است. آیات شیطانی یک کتاب نیست، تصویری از یک توطئه است. مهاجرانی سالهاست ساکن لندن است، کسی که حکم قتل نویسنده‌ای را تئوریزه کرده که جمعه 34 سال پس از فتوای خمینی هدف ضربات چاقو یک شهروند آمریکایی با ریشه لبنانی قرار گرفت. او در اولین واکنش‌ها به این اتفاق همچنان از کتابش و حکم خمینی دفاع کرد. در کشوری که آزادی بیان چنین تعریفی دارد: اگر شما یک سازمان آزادی بیان هستید، اگر به ارزش آزادی بیان اعتقاد دارید، پس باید به ارزش آزادی بیان درباره مسائلی اعتقاد داشته باشید که دوست ندارید. اگر شما فقط از آزادی بیانی دفاع می‌کنید که با چارچوب اخلاقی شما مطابقت دارد، این همان چیزی است که به آن سانسور گفته می‌شود. عطاالله مهاجرانی که در سال‌های اخیر از سیاست‌های علی خامنه‌ای دفاع کرده، زمانی در کتابش مدعی شده بود
دندان پوسیده را تنها بدین خاطر که منشأ درد است نمی‌کشند. دندان پوسیده غذا را آلوده می‌کند. چه کسی در کشیدن چنین دندانی کمترین تردیدی دارد؟ نمی‌داند یا ترجیح می‌دهد نداند که تکلیف قانون با ذهنی که توجیهگر فتوای قتل خمینی شده چیست؟ او به این سوالات پاسخ نمی‌دهد، اما دست کم تاریخ جوابش را خواهد داد که چگونه کسی در شهر لندن از فتوای قتل یک نویسنده دفاع می‌کند. شاید تنها نویسنده‌ای مثل سلمان رشدی بتواند با رئالیسم جادویی‌اش این طنز تلخ را روایت کند. مجتبی پور محسن، لندن.